به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. تاعت عباداتون قبول. من پرویزیان، به اتفاق همکارانم در چشم‌انداز خدمت شما هستیم. یه فرصت کوتاه بدید، برمیگردم. سلام آقای دکتر سعدنندی، سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر پرویزیان و بینندگان عزیز. خب آقا، با آقای دکتر سعدنندی شروع کنیم. آقای دکتر، با عنوان برنامه ما چقدر موافقی؟ ما گفتیم بله. مهار تورم مطالبه ملی. بله قطعا همینطور هست، یعنی بزرگترین خباثتی که در اقتصاد میتونه شکل بگیره متاسفانه تورم هست و بیش از 180 کشور جهان فعلا تونستن تورم رو به خوبی کنترل کنن و این واقعا یک مطالبه 50 ساله است در کشور ما که چرا تورم در طی این سالها کنترل نشده و نه فقط کنترل نشده بلکه وضعیت مرتب رو به وخامت گذاشته و تورم سال 99 در طی 20 سال گذشته، در طی 2 دهه گذشته بی‌سابقه بوده و انشالله باید یک عزم جدی به وجود بیاد که این مطالبه به یک مطالبه ملی تبدیل بشه تا انشالله بشه جلوی تورم رو گرفت. چون جناب آقای دکتر پرویزیان، برخلاف اون چیزی که برخی مطرح میکنن، تورم رو میشه مهار کرد. تورم رو میشه مهار کرد. اگر اینطور نبود 180 کشور جهان در کنترل تورم موفق نبودن. ما همسایه هامون وضعیت مناسبی دارن از نظر نرخ تورم. کشور افغانستان، کشور عراق میتونن برای ما درس باشن. امیدوارم که سال 1400 از سال 1199 متفاوت باشه. هرچند که قانون بودجه که تصویب شده و به قانون تبدیل شده فعلا چنین نویدی نمیده، ولی باز هم ما امیدواریم که اصلاحاتی در سیاست گذاری بودجه و سیاست گذاری پولی به وجود بیاد که در نهایت بتونیم به امید خدا تورم رو کنترل کنیم. آقای دکتر، من یک در واقع جمله رو میخوام نقل بکنم، برای شما آشناست و اما درش گویا برای بعضیا شاید تناقضی در ذهنشون ایجاد بکنه، هرچند که تناقض نیست. اونهایی که در واقع تأسی دارن به کینز و گفته هاش و مداخله دولت در اقتصاد و دستور رو همه گونه در واقع و رفتار صلاح دیدی بانک مرکزی رو توصیه میکنن، تا یه روزی که این 100 سال پیش گفت در اقتصاد دولت مداخله بکنه، این جمله کینز هم من میخونم در مورد تورم که ایشون میگه که اگر میخواهید ملتی رو نابود کنید، کم هزینه ترین راه و راحت ترین و پنهان ترین ابزار تورم است. بله. خب بله بله. با همینجا میخوام شما شروع بکنید. پس میشود در اقتصاد دولت نقش داشته باشه، مداخله صحیح و درست هم انجام بدهد و اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را هم به سمت و سویی که در واقع در مصلحت اون منافع اقتصادی اون کشور است هدایت بکنه، تورم هم ایجاد نکنه. میشه این گونه نتیجه گرفت دیگه؟ بله قطعا میشه نتیجه گرفت. وقتی خدمتتون عرض کردم که بیش از 180 کشور جهان تورم رو به خوبی کنترل کردن، ما که استثنا که نیستیم. من بارها در همین برنامه شما اشاره کردم به تجربه موفق بانک مرکزی روسیه بعد از تحریم ها که خانم نابی الله با جسارت و با شجاعت و همچنین با علم ایشون تصمیم گرفتن که تغییراتی در سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری پولی و بودجه‌ای به وجود بیارن و در نهایت شما میبینید که وضعیت روسیه بعد از اعمال تحریم ها به مراتب بهتر از قبل از تحریم ها شد. یعنی اینکه تا قبل از تحریما روسیه در طی 2-3 دهه نتونسته بود تورم رو به زیر نرخ 8% برسونه، ولی بعد از اعمال تحریم ها تورم روسیه تا قبل از بحران کرونا به زیر 4% رسیده بود و میرفتن به سمت اینکه به زیر 2% برسونن. بحران کرونا به وجود اومد. برداشت من این است که در سال آینده بتوانن دوباره به مسیر گذشته بازگردن و برای همیشه با تورم خداحافظی کنن. ما هم میتوانیم، واقعا هیچ مشکلی نداره که ما چه تفاوتی داریم؟ ما هم انسانی هستیم مثل سایر انسان ها. ما هم از حتی از نظر نژادی هم بگیرید با کشورهای همسایه‌مون ما نژاد مشترک داریم. چرا باید کشور ما تورم اینقدر بالا داشته باشه کشورهای همسایه ما بتونن تورم رو کنترل کنن؟ آقای دکتر زنگنه، نظرشون رو بپرسیم. آقای دکتر زنگنه، به نظر شما فکر نمی‌کنید که شاید این اتفاقات نمی‌افته چون از ابزارهای نوین و جدید اقتصادی در حوزه پولی استفاده نمیشه؟ آقای دکتر پرویزیان، این نکته درستی است. یعنی علاوه بر اینکه متاسفانه ما ابزار درستی در اختیار نداره بانک مرکزی ما، ولی خب یک مرحله قبل از او من فکر می‌کنم که دولت اهتمامی به کنترل تورم نداره.
شما ملاحظه بفرمایید همین هفته گذشته به گومگوی اعضای تیم اقتصادی دولت رو ملاحظه بکنید. خب یعنی به عنوان یک کارشناس من ناامید شدم، یعنی بعید میدونم که یعنی این اندازه اختلاف در مفاهیم باشه بین مثلا ریاست محترم سازمان برنامه، وزیر محترم اقتصاد و رئیس کل محترم بانک مرکزی، هر کدوم به نوعی مشکل رو به طرف دیگه حاله میدن. خب یعنی قبل از اونها باید بپذیریم که آیا واقعا اهتمامی وجود داره که تورم در این کشور کنترل بشه. من به شما میگویم که شواهد نشون میده که ما خیلی اهتمام به کنترل تورم نداریم آقای دکتر پرویزیان متاسفانه. بله. چرا؟ چون تورم پوششی است برای اینی که ناکارآمدی ما مشاهده نشه، برای اینی که ما بتونیم همین وضعیت فعلی رو با هزینه دیگری ادامه بدیم. عرض کنم که تورم یعنی چه دکتر پرویزیان؟ یعنی که هزینه ناکارآمدی دستگاه دولت از جیب طبقه عامه مردم پرداخت بشه و علل اصول از اونجایی که درک‌های پایین درآمدی، سرمایه فیزیکی کمتری دارن، اندوخته کمتری دارن، دارایی اونها به شکلی است که خیلی قابل تجمیع و سرمایه گذاری نیست، اونها بیشترین افرادی هستند که متضرر میشن از تورم. در حالی که ایجاد کنندگان تورم زمانی که تورم رو ایجاد میکنن ادعای اونها این است که در حمایت از سطوح پایین درآمدی این کار رو میکنن. اولا به نظرم باید واقعا این ادعا رو رد کرد. به هیچ عنوان آنهایی که تورم رو ایجاد میکنن به فکر این نیستن که کمک بکنن به افرادی که از درآمد متوسط یا پایینی برخوردارن، چون هزینه اون رو متاسفانه عامه مردم پرداخت میکنن. البته آقای دکتر زنگنه، من با یه بخشی از صحبت شما میخوام مخالفت بکنم. بگم بله تورم از جیب مردمه، برای اونا هزینه داره، اما نه برای همه اونا. میخوام نظر آقای دکتر سعدمندی رو بشنوم. برای بعضی یا حداقل گروه دهک دهم درآمدی نون اضافه هم داره، چون اونا مالکان دارایی حقیقی هستن و ثروت اونا در مقایسه بقیه افزایش پیدا میکنه و ضریب جینی هم به شدت میره بالا. درسته آقای دکتر سعدمندی؟ بله بله، من البته صحبت های بنده در ادامه فرمایشات جناب آقای دکتر زنگنه هست و تایید میکنم. ببینید حتی دهک دهم درآمدی هم اونهایی که در مرز هستن به باور بنده از تورم متضرر خواهند شد. ولی ببینید ما سیاست هایی که در کشور اجرا میکنیم معمولا به نفع صدک صدم درآمدی است، یعنی پولدارترین و ثروتمندترین افراد. تمام امتیازات رو ما در اختیار این عزیزان قرار میدیم، بالاخره اینها هم شهروندان کشور هستند، ولی نه اینکه 99% فدا بشن که 1% از رفاه آنچنانی برخوردار باشن. آقای دکتر صدمندی ادامه صحبت شما و من حالا اساس موضوع رو میخوام بگم، حالا موضوع اصلی امشب ما خیلی واضح‌تر میخوایم بگیم. ما در مورد تورم با حضور خود شما و هر سه عزیز که هستید و بسیاری دیگر از اساتید صحبت کردیم، سال گذشته هم صحبت کردیم، نه یک بار، چندین برنامه، و حتی من مرور میکردم تاریخچه برنامه چشمنداز رو، بیشترین در واقع تکرار موضوع رو همین تورم داشته، قدرت خرید، از در واقع زوایای مختلف موضوع تورم پرداختیم. خب حالا مسئولان اقتصادی، حالا اقتصاد فصول آخر خوندن اومدن فصل اول و میگن بانک مرکزی بدهکاره یا نه بالاخره اونا بدهکارن، اینا هرچی، مردم تو دو سه ماه آینده مدیران جدید دارن انتخاب میکنند. مطالبه ملی چیست؟ ما میخواییم واضح و مشخص بگیم که آقایان عزیزی که میآیید، مطالبه ملی از شما این است در حوزه اقتصاد، در حوزه تورم این است و این اتفاقات باید بیفته. با این سمت و سو میخوایم آقای دکتر، در واقع نگرش هستمون این است امسال انشالله. حالا این از اینکه حسن همه تلاششون رو کردن، محدودیت های بین المللی هم بوده، کرونا هم بوده، همه اینا رو میبینیم، خیلی شرط انصاف هم زیر پامون نمیگذاریم، اما در هر صورت بالاخره تا دو سه ماه آینده مدیران جدیدی میآیند. مطالبه ملی از این عزیزان در حوزه اقتصادی و مهار تورم به نظر شما چیست؟ بله مطالبه رو که ما اشاره کردیم و فکر میکنم که متفق با چند مردم شریف ایران که اولین اولویت اقتصاد باید مهار تورم باشه و امیدوارم که حتی در انتخابات ریاست جمهوری این مسئله تورم عنوان بشه و برای همیشه حل بشه، چون عرض کردم خدمتتون قابل حل هست، منتها نه با این بودجه که مصوب شده. اون نکته‌ای هم که فرمودید و فرمودن در مورد ذینفعان کاملا درسته. ببینید دولت معمولا بزرگترین ذینفع از تورم هست، بنابراین باید دولت مهار بشه از ایجاد تورم. اگر دست دولت باز باشه همین وضعیتی میشه که سازمان برنامه بودجه در بودجه 1400 متاسفانه به وجود آورد و همونطور که شما فرمودید الان میبینید که
متاسفانه یک پینپونگی داریم بین بانک مرکزی و سازمان برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد که هر کدوم مسئولیت تورم رو بر عهده دیگری میاندازن و حتی کار به فکاهی کشیده شده. این که بگیم که دولت از بانک مرکزی مطالبه داره، این بالاخره یه چیزی است که بیشتر به طنز شبیه، اگر برای افرادی که با این مسائل آشنا هستند گفته بشه، بیشتر به طنز شبیه. شما توضیح بدید آقای دکتر، حالا مسیر واقعیش رو خیلی ساده و خلاصه برای عامه بینندگان بفرمایید شما، که بانک مرکزی و دولت ارتباط و این تبدیل دلار به ریال و تسعیر و اینا رو بفرمایید، تا وقتی این گفته میشود که بابت این دلارها دولت طلبکارم هستش، یعنی چی، معنیش چیه تو اقتصاد؟ بله ببینید جناب دکتر پرویزیان، بارها در این برنامه اشاره کردم، هم بنده اشاره کردم، هم تا اونجایی که خاطرم هست جناب آقای دکتر مولوی، جناب آقای دکتر زنگنه، سایر مهمانانی که شما دعوت فرمودید، همه متفق القول بودیم که واقعیت این هست که ما طولانی ترین دوره تورمی رو در جهان داشتیم. 50 سال ما تورم پیوسته داشتیم، هیچ کشور دیگری، البته کشورهایی بودند، همین الان ونزوئلا نرخ تورمش به مراتب بیشتر از ایران هست، ولی ایران طولانی ترین دوره تورمی رو داشته. وقتی بررسی میکنیم از کی این دوره تورمی شروع شده، میرسیم به اینکه از ابتدای دهه 1150 تا امروز متاسفانه شرایط تورمی ادامه پیدا کرده. وقتی میریم میبینیم که در دهه 1140 که وضعیت تورمی یکی از پایین ترین ها در دنیا بوده، نرخ تورم در کل دهه 1140 زیر 2% بوده و در اون زمان بود که بانک مرکزی برای اولین بار در ایران تأسیس شد و بسیار خوب عمل می‌کرده، چه اتفاقی افتاد که اون بانک مرکزی که اینقدر موفق عمل می‌کرده، اون سازمان برنامه که اینقدر موفق عمل می‌کرده، ناگهان متأسفانه مثل اینکه وارد دره میشه و به دره میفته و تمام اون سیاست‌ها از بین میره. واقعیت این است که از زمانی که بنا شد درآمد حاصل از فروش ثروت به طور مشخص فروش نفت وارد اقتصاد بشه، مشکل آغاز شد. یعنی اینکه چون تصوری وجود داشت که ما میتوانیم سریع توسعه پیدا کنیم، اتفاقی که افتاد این بود که شاه دستور داد که از درآمد نفتی برای تأمین کسری بودجه ریالی استفاده بشه و بودجه ریالی گسترش پیدا کنه که زودتر به دروازه‌های تمدن بزرگ برسیم. خب این اشتباهی بوده که 50 سال پیش صورت گرفته. چرا باید در سال 1400 مجددا همین اشتباه توسط دولت محترم و توسط مجلس محترم دوباره همون اشتباه تکرار بشه؟ مسئله اصلی این هست که وقتی که شما نمیتوانید درآمد ارزی رو تبدیل به درآمد ریالی بکنید، چگونه این اتفاق میفته؟ به این صورت هست که درآمد ارزی دولت منتقل میشه به حساب بانک مرکزی. بانک مرکزی بر مبنای یک عددی که اسمشو گذاشتیم نرخ تسعیر ارز، بر مبنای یک عددی میاد پای پولی ایجاد میکنه. این دلیل اصلی تورم در طی 50 سال گذشته در ایران بوده. اگر این مسیر متوقف بشه، یعنی بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا بشه، کل معضل تورم یه دفعه شما میبینید مثل برفی که در مقابل آفتاب قرار گرفته، شما ملاحظه میفرمایید که این آب میشه و از بین خواهد رفت به امید خدا. ولی ببینید مسئله اصلی این هست که فاجعه‌ای که الان داره اتفاق میفته که دولت ادعا میکنه ما از بانک مرکزی طلبکار هستیم نه بدهکار، این هست که دولت اگر مثلا اومده در گذشته ارز خودش رو مثلا با نرخ 1000 تومان فروخته، بعد از چند وقت میاد میگه که نه، اون ارزی که من با نرخ 1000 تومان فروختم مجددا برای من پای پولی ایجاد کن و حالا با نرخ 4200 حساب کن، حالا با نرخ 9 تومن حساب کن، حالا با نرخ 12 تومن حساب کن، حالا با نرخ 17 تومن حساب کن. یعنی مرتب اون نرخ تسعیری هم که قبلا ارزشو به بانک مرکزی فروخته متاسفانه افزایش میده و این شرایط باید یک روزی متوقف بشه. یعنی ما احتیاج داریم یک آقا بالا سری باشه یا ملت نظارت جدی بر دولت داشته باشن، بگن این قضیه رو متوقف کنید. 50 سالی که ما متاسفانه تورم در این کشور داریم و تا تورم حل نشه جناب آقای دکتر پرویزیان، تا تورم حل نشه معضل سرمایه گذاری در کشور حل نمیشه، معضل رشد اقتصادی در کشور حل نمیشه. اگرم رشد اقتصادی داشته باشیم، از اون نوع رشد اقتصادی داریم که بعد از برجام داشتیم، یعنی فروش نفت ما افزایش پیدا میکنه، هیچ تأثیری بر رفاه نداره، هیچ تأثیری بر نابرابری نداره، هیچ تأثیری بر امهای فقر نداره، فقط روی عدد، چون فروش نفت ما افزایش پیدا کرده که اون هم در واقع رفاه سایر کشورها افزایش پیدا کرده به جای اینکه رفاه
خانوار ایرانی افزایش پیدا کنه. حتی اگر رشد اقتصادی هم داشته باشیم، تا وقتی تورم رو کنترل نکنیم از اون نوع رشد اقتصادی متاسفانه خواهد بود. در مورد این بی‌ثباتیه و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اقتصاد کلان که این هم منجر به تورم می‌شود، حوزه تخصصی آقای دکتر صدوندیه. دیدگاه شما آقای دکتر صدوندی در مورد صحبت‌های آقای دکتر قادری چیست و این بی‌ثباتی رو کجا باید کنترل بکنه؟ مجلس چه نقشی داره؟ چه باید کرد و چه انتظاری باید داشته باشیم؟ بله جناب آقای دکتر پرویزیان، مسئله بی‌ثباتی با موضوع برنامه شما کاملا مرتبط هست. یعنی شما اگر بخواید در سطح اقتصاد کلان بی‌ثباتی‌ها رو جلوی بی‌ثباتی‌ها رو بگیرید و کنترل کنید، اولین مسئله این هست که تورم رو ببریم به سمت تورم در حد مثلا زیر 2% قرار بدیم. تا وقتی که تورم بالا داریم اصلا هیچ هدف دیگری به نتیجه نخواهد رسید در اقتصاد. قبلا خدمتتون عرض کردم. اما ببینید این صحبت‌ها در تناقض جدی قرار می‌گیره با سخنان جناب آقای میر تاج‌الدینی که فرمودند که ما در واقع دو تا انتخاب بیشتر نداریم، یا رشد اقتصادی و تورم با هم، یا نبود تورم و رکود اقتصادی. البته احتمالاً آقای میر تاج‌الدینی، حالا چون خداحافظی کردیم، ولی احتمالاً منظورشون نرخ‌های ملایم تورمی حدود مثلا حداکثر 2-3% بود. ایشون این گونه منظورشون بود که حالا شاید تا اون نرخ‌های تورم خیلی ملایم رو بشه تحمل کرد، ولی رشد اقتصادی رو نسخه اصلی و شفابخش دونستن ایشون. بله ببینید، ولی ببینید این اصلاً کل صحبتایی که جناب میر تاج‌الدینی داشتن در یک قالب مکتب فکری اقتصاد کلان قرار میگیره که ایشون به درستی فرمودند که برخی از اقتصاددانان صحبت‌هایی میکنند که البته شنیده نمیشود، برخی از اقتصاددانان هم الان 40 سال هست که هر صحبتی میکنند با اینکه مرتب میبینیم که شکست میخوره نظریات ایشون، بازم نظریات این افراد دنبال میشه. واقعیت این هست که علم اقتصاد کلان از 1980 تغییر کرده. این روی کرده، این دوگانگی که جناب آقای میر تاج‌الدینی صحبت فرمودند، این مربوط به قبل از 1980 هست. 40 سال علم اقتصاد کلان گسترش پیدا کرده، 40 سال رشد کرده. این که در 180 کشور جهان تورم کنترل شد با اون مکتب فکری که منحنی فیلیپس رو در نظر می گرفت که اعلام می کرد، البته منحنی فیلیپس هنوز هم در واقع در اقتصادهایی که نرخ تورمشون زیر 5% هست هنوز هم ساری و جاری است، ولی برای اقتصاد ما مطلقاً یک چنین تحلیل‌هایی مطلقاً شفابخش نیست و به شدت مشکل زا خواهد بود. اینکه ما بپذیریم که برای ایجاد رشد اقتصادی نیاز به تورم داریم، این واقعاً یعنی یک گناه اقتصادی شمرده میشه، یک خطای بزرگ اقتصادی شمرده میشه که یک زمانی در دنیا به این اعتقاد داشتند. اگر خاطرتون باشه در دهه 1980، 1970 و 1980 برخی از کشورهای آمریکای لاتین تورم‌های چند هزار درصدی داشتند. این بندگان خدا تخیلشون این بود که با ایجاد تورم رشد اقتصادی ایجاد میشه. من واقعا شرمنده شدم امروز دیدم که بعد از 40 سال که از اون جریانات گذشته هنوز افراد بیان این صحبت رو بکنن که همراه با اگر میخوایم رشد اقتصادی داشته باشیم باید تورم رو بپذیریم. عزیزان من دقیقاً معکوس این هست. اگر میخواید رشد اقتصادی داشته باشید باید اول تورم مداوا بشه. منتها نه به روشی که در از سال 92 تا 96 سعی کردن تورم رو مداوا کنن. اون یک روش غیر علمی بود. اون یک روش ضد تجربه بشری بود که شکست خورد و اتفاقاً خود بنده بارها و بارها منتقد اون روشی بودم که در اون زمان انجام شده بود که سیاست‌های ضد تورمی نبود، سیاست‌های رکودزای که به در واقع به تعویق می‌انداخت تورم رو. دقت می‌فرمایید اون سیاست؟ آقای تو شما یه بخش از فراز قبلی صحبتاتون هم اشاره کردید به خب کسی بودجه بودید، امسال این که بودجه داره کسی هم هستش و در واقع مسئله وجود داره، خودتون رو گفتید و خب به همین طبع ما با دو تا نماینده محترم مجلس هم گفتگو کردیم. الان آقای دکتر قادری هم دیگه دقیقاً اقتصاد خونده هستن، استاد اقتصاد هستن، با کاملا با ادبیات شما آشنا هستن و ایشون اشاره کردن به عوامل بی‌ثبات کننده اقتصاد. کنترل این کسری بودجه رو شما چقدر مؤثر میدونید و اینکه بودجه درست نوشته بشود و درست اجرا بشود که عامل بی‌ثباتی اقتصاد در نتیجه تورم نشه؟ بله ببینید، ما حتی اگر کسری بودجه داشته باشیم در کوتاه مدت می توانیم به خوبی تورم رو کنترل کنیم. یعنی روش تأمین کسری بودجه در کوتاه مدت مهمتر از این هست که آیا کسری بودجه کلا وجود داره یا نداره. الان کسری بودجه آشکاری که
بودجه ما داره مثلا یه چیز حدود 8% جی دی پی است. همین کسری بودجه رو سال 2008-2009 کشور آمریکا داشته در اوج بحران مالی که در کل دنیا شکل گرفت و از امریکا شروع شد. در اون زمان این کسری بودجه رو داشتن که تورمشون حدود صفر بوده و حدود صفر مانده، زیر 2% مونده و ما هم میتوانیم علارغم اینکه کسری بودجه داریم، علارغم اینکه تحت تحریم هستیم، عرض کردم خدمت شما میتونیم روش روسیه رو بریم. یعنی بانک مرکزی روسیه واقعا در مقابله با تحریم ها بی‌نظیر عمل کرده، به توصیه های علم اقتصاد مدرن عمل کرده. ببینید برخی از این صحبت هایی که داره در همین امشب مطرح شد، اتفاقا ریشه مشکلات ما همین هاست. یعنی ببینید من عرض کردم خدمت شما باید بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا بشه. خدا شاهده در این ماه رمضان من خدمت شما عرض میکنم یک نماینده از 290 نماینده مجلس این صحبت رو نیومده مطرح کنه. خب تا وقتی که بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا نکردی، خب شما فرض کنید که بودجه ارزی رو صرف بودجه عمرانی میکنید، آخه چه فرقی میکنه؟ باز هم شما که دارید به بانک مرکزی فشار میارید، یک نرخ تسعیر ارزی تعیین میکنید که پایه پولی باز به وجود بیاد. صحبت اصلی این هست که اگر شما بودجه عمرانی تخصیص دادید از محل پایه پولی، اون بودجه عمرانی شما هم متاسفانه رشد ایجاد نخواهد کرد. جناب آقای دکتر پرویزیان، مشکل اینهاست. دقت میفرمایید. ببینید وقتی ما عرض میکنم، من در خدمت شما عرض میکنم که باید تورم اولویت، کنترل تورم اولویت اول اقتصاد ایران قرار بگیره، یعنی که اگر که کنترل قیمت های نسبی در تقابل با کنترل تورم قرار گرفت، ما باید بچسبیم به کنترل تورم نه کنترل قیمت های نسبی. نه اینکه مثلا قیمت مرغ رو به ظاهر در کوتاه مدت به صورت آرایشی بهداشتی به صورت نمایشی کنترل بکنیم، ولی از اون بعد منجر به این بشه که سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا بکنه. این افزایش سطح عمومی قیمت ها در نهایت به این بیانجامد که قیمت مرغ هم افزایش پیدا کنه، یا اینکه به صورت آرایشی بهداشتی قیمت ارز رو، فنر ارزی رو ما سرکوب بکنیم، به ظاهر فرض کنیم که تورم رو کنترل کردیم، ولی در باطن تجربه‌ای که ملت ما بارها و بارها داشته، بعد از چند سال این فنر ارزی رها میشه و آثار مخربه به مراتب شدیدتری داشته است. این که عرض میکنم خدمت شما تورم باید اولویت اول قرار بگیره، مطلقاً در طی 50 سال گذشته حتی یک سال شما نمیتونید نام ببرید که تورم، که کنترل تورم اولویت اول اقتصاد ایران بوده. ببینید وقتی کنترل تورم اولویت اول اقتصاد ایران باشد، اون وقت ما در این که بودجه رو به شدت انبساطی کنیم یا اینکه تورم رو کنترل کنیم، کنترل تورم رو ارجح قرار میدهیم. متاسفانه همین قضیه در بودجه 1400 اتفاق نیفتاده و تمام اون بودجه‌ای که از طرف دولت ارائه شد و تمام نقاط ضعفی که متاسفانه بودجه داشت از طرف مجلس محترم شورای اسلامی متاسفانه همه تصویب شده. جناب آقای دکتر پرویزیان، ایجاد تورم در سال 1400 به قانون تبدیل شده در این کشور. اگر ایجاد تورم نشود، غیر قانونی عمل کردیم، خلاف قانون عمل کردیم. به جای اینکه ایجاد تورم جرم انگاری بشود، ما در قانون بودجه تورمی میریم تصویب میکنیم. خب چه انتظاری داریم که تورم کنترل بشود؟ اما در مورد مسئله که فرمودند، خب من متوجه هستم در ذهن جناب آقای میرتاج الدینی اینطور در واقع جا گرفته که اگر که تورم بالا، اگر رشد اقتصادی میخواییم باید تورم رو هم بپذیریم. ببینید دوباره همین مسئله تکرار شد و عرض بنده این بود که اصلا تورم وقتی از نرخ 10-12% بالاتر میره، خودش مخل تولید میشه. دقت میفرمایید؟ یعنی الان وقتی که ما نرخ تورم انتظاریمون یه چیزی بالای 30-40% هست و حتی بالاتر، ما اصلا دیگه نمیتونیم رو اون رشد اقتصادی صحبت کنیم. ما اولویت اول ما باید کنترل تورم باشد. اگر نرخ تورم ما اومد رو 5%، اومد رو 3%، اومد رو 2%، اون وقت میشه یک مباحثه علمی داشت که آیا این نرخ مثلا تورم 3% تبدیل به نرخ تورم 4% بشود و رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه یا نه، که تازه تجربه بشری نشون میده در طی 40 سال گذشته که حتی اگر نرخ تورم به 3% هم برسه، بازم ارجح این هست که نرخ تورم از 3% بیاریم به زیر 2%. دقت میفرمایید؟ و ببینید این راه هایی که ما تا این 50 سال رفتیم و کشورهای دیگر نرفتن،
باور بفرمایید راهکار دیگری هم برای کنترل تورم، برای تأمین کسری بودجه وجود دارد. منتها نمیپذیرند مسئولان محترم در کارشناسان محترم سازمان برنامه بودجه، مسئولان محترم در دولت و مجلس نمیپذیرند راهکارهای دیگر رو. 50 ساله که ما در یک دایره خبیث قرار گرفتیم، مرتب همون شرایط تکرار میشه و بدتر هم میشود. ببینید نماینده محترم شیراز، ببینید مطلبی که فرمودند خیلی جالب بود. گفتن ما در بودجه 99 هم راهکارهایی رو در پیش گرفتیم. خب نتیجه بودجه 99 رو ببینید، تورم سال 99 در طول چند دهه گذشته بی سابقه بوده. یعنی اون راهکارهایی که ما رفتیم اشکال داشته. البته من واقعا ازشون تشکر میکنم که در مورد تسهیل کسب و کارها فرمودند که یکی از مهمترین اصول کنترل تورم این هست که ما بریم به سمت اقتصاد طرف عرضه و تسهیل کنیم کسب و کارها رو، جلوی انحصار رو بگیریم. اصلا این در واقع در برخی از کتب تکستبوک مشخص اقتصاد، کتب درسی برجسته اقتصاد که در دانشگاه اول دنیا تدریس میشه، وقتی میخوان تورم رو توضیح بدن این مسئله انحصارات رو داخل فرمولاشون میارن. دقیق میفهم، یعنی اینقدر این مسئله انحصار و مجوز اینقدر مهم هست. بله باید انحصار و مجوز هم حل بشه، اما اینکه فرمودند حالا اگر قرار باشه ماهی 100 هزار میلیارد تومان دولت درآمد داشته باشه از کجا تأمین کنه، من باید خدمت شما عرض کنم علارغم مسائلی که در همین برنامه هم مطرح شد، ما در کوتاه مدت تنها راهی که داریم استقراض از مردم در مقابل استقراض از بانک مرکزی، و اتفاقا این قسمتش موفق بوده، ولی مرتب مجلس یا دولت یا سازمان برنامه همه اینها هیچ مشکلی ندارن با افزایش پای پولی، ولی وقتی میرسه به استقراض مستقیم از مردم، انتشار اوراق، فروش اوراق مردم، مرتب نگرانی وجود داره. چرا نگرانی وجود داره؟ ما تجربه کشورهای دیگر رو ببینیم، یک بار آزمایش کنیم. آقای دکتر سعدمندی، من یه نکته عرض کنم خدمتون. ما این هفته میخوام یک هفته کامل به در موقع موضوع تورم بپردازیم، بحث ابزارهای نوین و همین اوراق و اینا رو میخوام یک برنامه مفصل راجبش صحبت بکنیم. اینه که من میخوام اجازه بدید شما این بحث رو بگذاریم برای یک شبی که خیلی کامل و دقیق کارکرد این ابزار رو در واقع تشریح بفرمایید. موافقید؟ بله بسیار است. من عذرخواهی میکنم چون در واقع خود این موضوع یک برنامه کاملی شبای آینده، همین الان قرارم گذاشتم، قول ازت گرفتم دکتر که شبای آینده باز باید گفتگو میکنم. میدونم یه مقدار کسالت هم داری، میدونم سرت هم شلوغه، کلاسای آنلاین هم همه تو این ساعت هم هست، اما این هفته موضوع در حیطه تخصصی شماست، میخوایم زیاد وقتتو بگیریم. موافقتو گرفتم الان دیگه، لبخند زدی موافقتو گرفتم. این سوال پایانی از آقای دکتر سعدوندی رو میخوام بپرسم. آقای دکتر سعدوندی، ارتباط کارشناسان و دانشگاهیان رو با چشمانداز با این فضایی که این شبکه با مدیریتش فراهم کرده شما چطور ارزیابی میکنی؟ خیلی کوتاه 30 ثانیه‌ای میخوام بهم بگی و بگی که دیدگاه کارشناسان و دانشگاهیان در کل کشور نسبت به چشمانداز و شبکه ایران کالا چیست؟ بله من واقعا متشکرم از شما، سپاسگزارم از اینکه زبان کارشناسان اقتصادی کشور شدید و روح امید رو در بسیاری از کارشناسان که مهاجرت به درون کردند یا مهاجرت به بیرون کردند و متاسفانه ناامید شدند، شما امید رو به این عزیزان برگرداندید. امیدوارم که ثابت قدم به راهی که در پیش گرفتید ادامه بدهید. همین صحبت‌های پایانی آقای دکتر زنگنه، آقای دکتر موروی واقعا به نظر من بی‌نظیر بوده در تاریخ برنامه‌های سیما. از شما واقعا سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم. از هر سه بزرگوار تشکر میکنم. شب شما بخیر، خدا نگهدار. و ایران کالا همواره در خدمت شماست در تمامی برنامه‌هاش، نه فقط چشمانداز، در همه برنامه‌ها با شما شفاف است و از همه بیشتر حامی شما تولید کننده های محترم. این تورمی که گفتیم یعنی هزینه های شما در تولید رو افزایش میده. سمت و سوی اصلی ما این است. شبتون بخیر، خدا نگهدار.